دیپلماسی ایرانی قسمت پنجم. پایان جنگ جهانی دوم برای همیشه سیمای جهان را تغییر داد. در کنار پیدایش دو قطب سیاسی شرق و غرب در جهان که کشورهای دنیا را به دو گروه حامی کمونیسم و کشورهای مخالف آن تقسیم نمود، رویداد دیگری نیز در حال شکل گیری بود. رویدادی اقتصادی و صنعتی که ممالک مختلف جهان را در کمتر از دو دهه به دو گروه شمال و جنوب تقسیم کرد. شمال و جنوبی که جغرافیایی نبود و نشان از جایگاه کشورها در نقشه آینده اقتصادی جهان داشت. دهه 60 میلادی بود که صاحب نظران کشورهای جهان را از نظر ساحت سیاسی و نقش بین الملل خود به سه دسته کشورهای جهان اول، جهان دوم و جهان سوم تقسیم کردند. جهان اول شامل کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری با محوریت ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن. کشورهای جهان دوم یعنی کشورهای سوسیالیستی با محوریت اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی و بلوک کمونیسم و بالاخره کشورهای جهان سوم یعنی کشورهایی که جزئی از این دو بلوک نبودند و شامل کشورهایی میشد که توسعه نیافته و یا در حال توسعه بودند. این دسته‌بندی کشورها که از 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، کم کم مورد توجه عمومی و به خصوص از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که خود را جزو کشورهای وابسته به بلوک غرب و شرق نمی‌دیدند، مورد استقبال قرار گرفت. این دسته‌بندی کردن کشورها موجب سهولت در شناسایی و پیش‌بینی پذیری رفتاری و تفسیر کنش‌های کشورهای مختلف از سوی تحلیلگران و افکار عمومی جهانی گردید. با این حال در دهه 1970 جهان به شکل معناداری خط ساختار سیاسی حاکم بر این تقسیم بندی را تغییر داد. توسعه صنعتی که سالهای دهه 1970 با اوجگیری صنعتی شدن کشورهای گوناگون و تلاش کشورهای توسعه نیافته برای پیوستن به جرگه کشورهایی که خواهان آینده‌ای روشن بودند، مفهومی تازه به واژه جهان سوم بخشید و در خلال این سالها در حالی که آرام آرام با کاهش توان اقتصادی بلوک شرق عملاً جهان دوم رنگ می باخت، دنیا به قسمت جهان اولی ها و جهان سومی ها تقسیم شد. ایران، کره جنوبی، ترکیه، هندوستان، عربستان سعودی و کشور تازه تأسیس امارات متحده عربی دقیقاً در میان کشورهای جهان سوم جا داشتند و شاید در ذهن بسیاری از حکمرانان آنان این آرزو وجود داشت که آنها نیز مانند ژاپن که از خاکستر به جا مانده از جنگ جهانی دوم و دو بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی به عنوان یک کشور شکست خورده در جنگ جهانی دوم خود را به مرز پیوستن به جهان اول برسانند. با این همه شکاف بین شمال و جنوب در نقشه اقتصاد جهان به اندازه عمیق بود که طی این مسیر نیاز به برنامه ریزی دقیقی داشت که بتواند چنین کشورهایی را در مناسبات بین المللی از حمایت قدرت‌های اقتصادی برای تأثیرگذاری بر توازن سیاسی جهان دو قطبی آن روزگار عبور دهد. در دهه 1970 میلادی و پیش از وقوع انقلاب در فوریه سال 1979 مقارن با زمستان 1357 خورشیدی، ایران کوشیده بود تا در مسیری به سرعت گام بردارد که کمتر از ربع قرن قبل ژاپن نیز با پیمودن همین مسیر به جمع جهان اولی ها پیوسته بود. ایران که در پی انقلاب سفید و در دهه 1340 خورشیدی مسیر مدرنیته را
با گام‌های همسو با تغییرات جهان برمی‌داشت، در دهه 1350 خورشیدی و خصوصاً با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال 1353 یک سیاست اقتصادی مبتنی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد. وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق مؤسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه سرانه بودجه داخلی روبرو هستند. ایران در این دوره با اتکا به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. واردات صنعتی خود را تا 86% افزایش داد و به بیش از 5 میلیارد دلار رسانید. نرخ بیکاری نیز در سال 1355 به 9.2% تنزل پیدا کرد که پایین ترین رقم در تاریخ ایران بود. اگرچه این رشد سریع به علت سیاست‌های انبساطی با افزایش نرخ تورم تا سقف 9.24 همراه بود که بالاترین رقم تورم در سال‌های پیش از انقلاب محسوب می‌گردد، اما رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سال‌های قبل از انقلاب علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی که بخشی از آن به دلیل سیاست خارجی موفق این دوره و تأسیس نهادی چون اوپک به پیشنهاد پادشاه وقت ایران برای همسویه کشورهای تولید کننده نفت است، یک دلیل دیگر هم دارد. دو ابرقدرت جهان، آمریکا و شوروی، برای کسب موقعیت برتر در عرصه بین‌المللی کوشش‌های رقابتی جدی و تنگاتنگی دارند. آمریکایی‌ها به کره جنوبی روی خوش نشان می‌دهند و کمونیست‌های کرملین نشین به کره شمالی. آمریکایی‌ها در آلمان غربی سرمایه گذاری می‌کنند و رهبران شوروی در آلمان شرقی قدرت خود را مستولی کردند و نمونه های دیگر که در چهار گوشه جهان محمل یارگیری دو بلوک غرب و شرق در میان کشورهای جهان سوم هستند. در چنین دوره حیاتی که از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 برای ربع قرن بر جهان مستولی است، ایران تا زمان وقوع انقلاب سیاست خارجی خود را به نزدیکی با آمریکا و متحدان غربی استوار ساخته است، اگرچه بر اساس منافع ملی خود از مراودات حسنه با اتحاد جماهیر شوروی که همسایه شمالی ایران است نیز برخوردار است. همین سیاست و باور به توانمندسازی ارگان‌های خصوصی در اقتصاد مسیر ترقی سریع ایران را فراهم می‌کند. با وقوع انقلاب این سیاست خارجی مبتنی بر موازنه مثبت به کلی متحول شده و در مسیری تهاجمی بر اساس تفکر ایدئولوژیک صدور انقلاب و با شعارهای دهان پرکنی چون مبارزه با استکبار و امپریالیسم جهانی، دفاع از مستضعفین عالم و تلاش برای صدور انقلاب اسلامی ریل عوض می کند. اما تأثیر مستقیم این تحول سقوط اقتصاد ایران و عقب ماندگی همه جانبه این کشور در مهمترین سالهای رشد جهان در دو دهه پایانی هزاره دوم از سال 1980 میلادی تا آستانه هزاره سوم است. 40 سال بعد از وقوع انقلاب در ایران نتیجه این سیاست گذاری را میتوان در زندگی عمومی مردم ایران دید. حالی که تنها یک جمع کوچک چند هزار نفری از مردم ایران در نماز جمعه ها و یا در مناسبات حکومتی دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند، میلیون ها ایرانی هنوز در حال تاوان پس دادن برای بالا رفتن گروهی از هواداران آیت الله خمینی از دیوار سفارت
آمریکا هستند. در حالی که اصرار بیدلیل آیت الله خمینی و نزدیکان او به ادامه جنگ 8 ساله با عراق با شعارهایی چون راه قدس از کربلا می گذرد و یا جنگ جنگ تا پیروزی ساختارهای اقتصادی و صنعتی ایران را نابود کرد، رقبای منطقه‌ای و جهانی ایران روند رشد اقتصادی خود را پشت سر نهادند. در حالی که رهبران جمهوری اسلامی میلیاردها دلار دارایی ملی ایران را صرف پیشبرد بی سرانجام برنامه مشکوک هسته خود کردند، طبقه متوسط جامعه ایران به میزان قابل توجهی لاغر شد و زیر خط فقر سقوط کرده است. در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران با پافشاری بر توسعه آنچه توانمندی موشکی جمهوری اسلامی می‌خواندند، به دنبال نوشتن شعار محو اسرائیل بر بدنه موشک‌های خود هستند، امید به آینده در میان جوانان ایرانی از بین می‌رود و نرخ ابتلا به افسردگی اجتماعی در ایران گسترش یافته است. امروز برای بسیاری از و در حالی که علی خامنه‌ای به دنبال توسعه نفوذ همه نیروهای تحت امرش در لبنان، عراق، سوریه و یمن است، نرخ ابتلا به اعتیاد در میان مردم ایران که از بحران‌هایی چون فقر، بیکاری و ناامیدی گسترده رنج می‌برند، افزایش یافته و می‌یابد. با این حال در طول این 40 سال اگرچه ایران تحت مدیریت سیاسیونی که هویت رژیم مطبوع خود را در دشمنی با آمریکا معنا کرده اند هر روز بیش از دیروز از قافله توسعه جهانی عقب افتاده است، اما سایر کشورها توانسته اند از امروز خود آینده درخشانی برای دیروزشان بسازند. دیروزی که در 40 سال پیش ده‌ها پله عقب‌تر از ایران در دهه 1970 میلادی ایستاده بودند. ترکیه، همسایه شمال غربی ایران، سرزمینی تاریخی با سواحلی گسترده در پهنه دریای مدیترانه، کشوری کوهستانی و نسبتاً پرباران که مساحتی تقریباً به اندازه نیمی از ایران را داراست و جمعیتی تقریباً برابر با ایران را در خود جای داده است. سرزمینی که برخلاف ایران حتی یک قطره نفت در بستر آن وجود ندارد، اما امروزه با بیش از 850 میلیارد دلار درآمد سالیانه ناخالص ملی نزدیک به 2 برابر ایران به عنوان دومین دارنده بزرگترین منابع نفت و گاز جهان درآمد دارد. ترکیه در پایان دهه 1970 با فاصله معنادار از امروز خود قرار داشت، در حالی که در آن دوره از تاریخ معاصر خود با حدود 40 میلیون نفر جمعیت از ایران سالهای دهه 1350 با حدود 36 میلیون جمعیت جلو بود، اما شاخص فقر در ترکیه در مقایسه با ایران بیش از 3 برابر بود. در حالی که ترک ها اشتیاقی وصف نشدنی برای پیوستن به جمع کشورهای اروپا را داشتند، اما اروپایی ها به دلیل نگرانی هایی از اوضاع اقتصاد و جامعه توسعه نیافته این کشور برای بیش از 2 دهه به درخواست آنان جواب رد دادند. با این همه بحران اقتصادی در ترکیه در دهه 1980 به اوج خود رسید، تا آنجا که ترک ها در دهه 1990 میلادی مجبور به جراحی اقتصاد روبه موت خود شدند. سیاست حذف 6-0 از پول ملی این کشور در کنار التزام اجرایی دولت مردان ترک به رعایت میراث آتاتورک در استقرار یک جمهوری لایق در این کشور، در کنار سیاست درهای باز که از دوران نجم الدین اربکان در ترکیه آغاز شد، به ترک های قدرت را بخشید که در طول کمتر 25 سال سیمای جامعه خود را تغییر دهند.
ترک‌ها که امیدی به منابع لایزال نفت در زیرزمین نداشتند، روی کشاورزی خود سرمایه گذاری کردند تا نانشان را از سطح زمین به دست آورند. آنها دریافته بودند که می توانند با دوستی با کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه و سایر قدرت‌های جهانی، امکانات، دانش و تکنولوژی بروز شده‌ای ابتیا کنند که در رونق کشاورزی سنتی و افزایش بهره‌دهی کشاورزی صنعتیشان تاثیرگذار باشد. در طول سالهای دهه 1980 و در حالی که ایران در آتش یک جنگ بی‌حاصل برای 8 سال می‌سوزد و عملاً همه توجه حکومت، دولت و حتی مردم جامعه به استمرار جنگ معطوف است، ترکیه پله‌های ترقی در عرصه کشاورزی را دو تا یکی می‌کند تا آنجا که امروز این کشور در رتبه 7 تولید و صادر کننده محصولات کشاورزی جهان قرار دارد و توانسته در این رشته برای نزدیک به 12% از جمعیت 80 میلیونی امروزه خود را کارآفرینی کند. با این همه درآمد صادرات کشاورزی تنها سهمی کوچک از سبد درآمد ناخالص ملی ترکیه است. حتی موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه که در محل همرسی دو قاره اروپا و آسیا واقع شده و آن را به یکی از شاهراهای ترانزیت جهان مبدل می‌کند نیز دلیل توسعه ساختاری اقتصادی این کشور و پیش گرفتن فزاینده آن از ایران نیست. ترک‌ها که از یک حکومت سکولار تا پیش از قدرت گرفتن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برخوردار بودند، توانستند با سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری در کشور خود رکورد شکن شده و زمینه رشد اقتصاد خود را فراهم آورند. سواحل زیبای مدیترانه و دریای اژه مهمترین دارایی صنعت گردشگری این کشور است که در کنار مظاهری از تاریخ و تمدن کهن غرب آسیا و خصوصاً یادگاری های بجا مانده از دوران شکوه امپراتوری عثمانی با سرمایه گذاری مهمترین و بزرگترین کمپانی های چند ملیتی در عرصه هتلداری، توریست و صنایع وابسته رشد چشمگیر جذب توریست را برای این کشور به ارمغان آورد، تا جایی که سیر رشد جذب توریست در سال 2015 میلادی به نقطه اوج خود رسید و با رکورد 42 میلیون گردشگر خارجی که از ترکیه دیدار کردن، جایگاه ترکیه در صنعت توریسم را به رتبه 6 جهان ارتقا بخشید. در همان سال میزان درآمد ناخالص صنعت توریسم ترکیه بالغ 42 میلیارد دلار برآورد می‌شد که با میزان فروش نفت ایران در همان دوره زمانی رقابت می‌کرد. با این تفاوت که ترک‌ها تنها با فروختن آفتاب و آرامش در ساحل دریا چنین درآمدی را کسب کرده بودند و ایرانی‌ها با فروش روزانه نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت. دیگر سوی آسیا، کره جنوبی مثالی است که بسیاری از مقامات سیاست گذار جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته نسبت به آن حساسیت پیدا کردند، چرا که مقایسه مکرر رشد اقتصادی این کشور با ایران به مانند پتکی است که دائم بر سر آنها فرود می آید. اما چرا؟ مگر مسئولان ایران در رشد اقتصادی کره‌ای ها نقشی داشتند؟ در نخستین سالهای پس از انقلاب در ایران و در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای، روابط ایران با کشور کره شمالی رو به بهبود گذاشته و تا به جایی حسنه می شود که به سفر علی خامنه‌ای در آخرین سالهای ریاست جمهوریش به این کشور می انجامد. در حقیقت رهبران ایران انتخاب کردند تا در میان دو کشور کره جنوبی و کره شمالی به پیونگیانگ نزدیک باشند تا سئول.
کره در فردای جنگ جهانی دوم کشوری با پیشینه مستعمراتی است که نفوذ کمونیسم در بخش شمالی آن به تجزیه این کشور انجامیده است. مدار 38 درجه شمالی مرز این دو نیمه است و در نیمه شمالی حکومتی کمونیستی به رهبری کیم این سون شکل یافته که دیری نمی پاید در پناه بستن همه پنجره‌های ممکن رو به جهان آزاد و شستشوی مغزی مردم کره برای خود جایگاهی خداگونه خواهد ساخت. اما در بخش جنوبی مدار 38 درجه آمریکایی‌ها میراث بجامانده از امپراتوری کهن کره را با تلفیق حق تعیین سرنوشت ملی توسط مردم کره گره زده و جمهوری کره تأسیس می شود. با استقرار دولت جمهوری کره در سال 1950، کره شمالی آغازگر جنگی مشهور است که به نبرد کره شهرت دارد و سرانجام در سال 1953 با آتش بستی که همچنان ادامه دارد به پایان می رسد. از این سال دو کره دو مسیر کاملا عکس هم را پیشه کردند. شمالی ها به برادر سرخ بزرگتر در مسکو نزدیک شدند و جنوبی ها به بازار آزاد گردش سرمایه و اطلاعات به رهبری ایالات متحده آمریکا پیوستند. با این همه طی یک دوره 20 ساله هنوز کره جنوبی یک غول اقتصادی نیست و در زمان انقلاب ایران اقتصاد این کشور به طرز فاحشی از ایران در غرب آسیا عقب تر است. با این همه سیاست رهبران کره جنوبی تلاش برای قرار گرفتن در لیست 20 کشور برتر جهان است، تلاشی که موجب می شود تا کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در 4 دهه گذشته را تجربه کند. در کره جنوبی از سال 1973 و تنها در مدت 40 سال درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید نزدیک به 14 برابر افزایش یافته است. دست یافتن به نتیجه مشابه چنین رشدی برای بریتانیا بیش از 2 سده بین اواخر سده 18 و زمان حاضر و برای آمریکا در حدود 150 سال از سال 1860 تا کنون زمان برد. اما برای ایران و در همین مدت سقوط ارزش پول ملی از برابری 7 تومانی با دلار تا رسیدن به رقم 12,000 تومانی برای هر دلار نشان از سقوط شاخص ثروت ملی به میزانی چشمگیر دارد. پیشرفت قابل توجه کره جنوبی در عرصه اقتصادی با رونق صنایع این کشور در دهه 1980 همراه است و در کمتر از 30 سال کره را بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نموده. پیشرفتی که اغلب با استعاره معجزه رودخانه هان خوانده می شود و در مجامع اقتصادی بین المللی صفت ببر آسیا را برای این کشور به ارمغان آورده است. حالان که در ایران و در دهه 1970 یعنی یک دهه زودتر از کره جنوبی صنایع پیشرو و مادر در حال احداث و راه اندازی است. صنایعی که با مالکیت خصوصی برای رونق تجارت رقابتی به دنبال تولید محصولات با کیفیت است. با اینکه نخستین خط تولید خودرو در ایران دست کم 10 سال زودتر از کره به بهره برداری رسیده است، ولی با وقوع انقلاب دولت مردان جمهوری اسلامی با پیشه کردن رویه اقتصاد دولتی و سیاست مصادره اموال همه آن دستاوردها را از بین بردند و مسیری که 10 سال جلوتر از کره جنوبی بود را به راهی بردند که حداقل 20 سال از کره شمالی عقب‌تر بود. تا یک دوره 20 ساله از سال 1999 تا کنون اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
کره جنوبی اکنون دارای اقتصاد توسعه یافته چندین هزار میلیارد دلاری است و یکی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد و توسط بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درآمد زیاد و از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده است. این در حالی است که در همین مدت در ایران اقتصاد این کشور در دام تحریم‌هایی متوقف شده است که عملاً نتیجه عینی رفتارهای خصمانه رژیم اسلامی حاکم، خصوصاً سیاست خارجی ماجراجویانه آن است. بانک جهانی ایران را در رده یکی از ناامن‌ترین هدف‌ها برای سرمایه‌گذاری طبقه بندی می‌کند و صندوق بین‌المللی پول که در پیش از انقلاب وامدار دولت ایران بود، اکنون به دلیل حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های تروریستی محدودیت‌های عمده‌ای برای ایران اعمال کرده است. همچنین سئول، پایتخت کره جنوبی، یکی از 10 شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان است. اما تهران که قرار بود نیویورک ایران باشد، اکنون به یکی از شناخته شده ترین نمایه‌های شکاف طبقاتی در کشور مبدل شده است. توزیع ناعادلانه ثروت در ایران و دسترسی بی قید و شرط برخی وابستگان رژیم به منابع مالی و رانت‌های دولتی از دروز تا باستی هیلز در لواسان را پدید آورده است و از دیگر سو فقر فزاینده و مزمن در جنوب و حاشیه تهران صحنه‌های دردآور از زندگی مردم شریفی را رقم زده است که حکومت ایران از جیب خالی مانده آنها و به قیمت از دست رفتن کرامت، رفاه و آرامش آنها در مناطقی چون پاکدشت، خاوران، اسلامشهر و ده ها نقطه دیگر به دنبال حمایت از مستضعفین عالم و کودکان فلسطین است. در حال حاضر اقتصاد ایران توسط یک گروه رانتخار هایجک شده. فعال شده؟ نه، هواپیما رو روبوده شده. روبوده شده. روبوده شده. در واقع کنترل اقتصاد ایران رو این گروه رانتخار به دست گرفتن و اجازه نمیدند که هیچ اصلاحی که منفعت خودشون رو تحت تاثیر قرار میده اجرا بشه. همین سی جی تی که گفتند، سی جی تی اگر اجرا میشد سال گذشته این بلا سر اقتصاد ما نمیومد. حداقل تو بازار خودرو و مسکن اینطور اقتصاد ما منهدم نمیشد. اما کسایی که از وضع موجود نفع میبرن و برنده وضع ببخشید کثیف موجود هستند، اجازه ندادن سی جی تی اجرا بشه، اجازه ندادن مالیات بر آیدی سرمایه اجرا بشه، اجازه ندادن مالیات بر راندخاری‌هاش، بر سود راندخاری‌هاشون، بر سوداگری‌هاشون، سوداگری‌های غیر تولیدیشون اجرا بشه. اینها متاسفانه کنترل دارند و نفوذ خیلی خیلی زیادی دارن، خیلی زیاد، در رده‌های بسیار بالا. این که میگه چرا این حرفای خوب میزنید و اجرا نمیشه، بدن اینکه کنترل دست اوناست، کنترل دست راندخاراست. کنترل اقتصاد ایران امروز دست، امروز نه، چندین سالی که دست راندخاراست. نمیخوام بگم این دولت و اون دولت، نه، تو اون دولت هم بودن، تو اون دولت هم نذاشتن. کره جنوبی علارغم کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه 20، یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می شود. اقتصاد کره جنوبی 4 اقتصاد بزرگ آسیا و 11 در دنیا است. همانند آلمان و ژاپن، صنعتی سازی سریع از دهه 1980 کره جنوبی را به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان تبدیل کرده. این کشور 7 شریک بزرگ تجاری آمریکا است و 6 ذخیره دلار و ارزهای خارجی را در جهان داراست. با وجود دارا بودن وضعیت توسعه یافته،
کره جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه یافته ادامه می‌دهد و در این راه مهمترین اصل بر پویایی اقتصاد خود را مبارزه با فساد در ساختار حکومت و جلوگیری از پایمال شدن حق مردم به وسیله دولت ارزیابی کرده است. حال باید از خود به عنوان شهروندان ایران بپرسیم آیا در میان مقامات جمهوری اسلامی از شخص رهبر و رئیس جمهور گرفته تا یک بازپرس ساده قضایی و حتی یک مأمور پلیس هرگز چنین عزمی برای مقابله با فساد وجود داشته است؟ قطر در نقشه جغرافیای جهان به مانند قطره ایست که در کنار پهناوری ایران جا خوش کرده است. شبه جزیره 11000 کیلومتری که به اندازه ایران با مساحت 1.6 میلیون کیلومتری از منابع گاز مشترک با این کشور در خلیج فارس سهم و حتی بیش از آن درآمد دارد. کشوری که اقتصاد آن تنها با زیرساخت نفت و گاز و خصوصاً گاز گره خورده است. این کشور بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع یا LNG در جهان است. درآمد خالص قطر از صادرات نفت و گاز سالانه حدود 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن از میدان‌های مشترک گازی با ایران است. قطر به علت پیش دستی در بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی که قطر آن را میدان شمالی می نامد توانسته است بیش از ایران از این میدان گازی مشترک گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد. اما چرا؟ دلیل آن آشکار است. تحریم های بین المللی امکان توسعه میدان های نفتی طرف ایرانی را ناممکن کرده است. کمپانی های بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران ندارند و ایرانی ها با امکانات و سطحی از تکنولوژی که در دوران پادشاه پیشین ایران محمد رضا پهلوی تأمین شده بود مشغول به استخراج از این میدان ها هستند. البته باید توجه کرد که در دوران محمد خاتمی و با کاهش تنش در سیاست خارجی ایران با جهان برای دوره کوتاه سرمایه گذاران اروپایی و تکنولوژی روز دنیا با این حوزه در ایران وارد شد و همان دوره کوتاه توانست تأثیرات مهمی به جا بگذارد، اما گویی دست هایی که از آستین یونیفرم نظامی سپاهیان بیرون آمده بود تمایلی به حضور خارجی ها نداشت و خیلی زود بار دیگر پارس جنوبی را نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه های عمرانی ایران در تصرف فرماندهان این نهاد نظامی درآورد. در سوی دیگر خلیج فارس درآمد بالای گاز و جمعیت کم در قطر یک ساختار رفاهی بی کم و کاست برای شهروندان قطری ایجاد کرده است. درآمد سرانه این کشور با حدود 130 هزار دلار آمریکا در سال موجب شده تا قطری‌ها امروزه بالاترین درآمد سرانه را در جهان داشته باشند. قطر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از ایران و روسیه است. و با اینکه ذخیره گاز آن برای 200 سال آینده کافی تخمین زده شده است، با این حال سرمایه گذاری بزرگ قطری ها در حوزه های گردشگری، بانکداری، صنایع حمل و نقل و تکنولوژی های نسل نو
یا فناوری ارتباطات نشان می‌دهد مدیران اقتصادی و سیاسی این کشور مسیری را برای آینده خود در نظر گرفتند که در آن شهروندان قطری در دیدگاه آنها از اولویت برخوردارند. تا آنجا که حتی قطر با اتخاذ سیاست درهای باز و دوستی با جهان کوشش می‌کند حتی در میان مخاصمه برخی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و عربستان نیز مسیر معتدل حافظ منافع ملی خود را پیشه کرده و از پیوستن به هر ائتلافی که نافی منافع ملی قطر باشد پرهیز کند. اما در ایران سیاست داخلی برآمده از حوزه‌های متعصب مذهبی، صنعت گردشگری را مترادف با بی‌بندوباری، عیاشی و خودفروشی ارزیابی کرده و تنها توریسم مذهبی که محدود به زیارت از برخی اماکن مذهبی تحت تولیت طبقه روحانیون حاکم است را مجاز می شمارد و در سیاست خارجی هم همچنان اولویت نبا شهروند ایرانی و حفظ منافع ملی کشور که با پافشاری بر اصول ایدولوژیک در نفی موجودیت کشور اسرائیل و سنگ به سینه کوفتن برای مردم لبنان، غزه و سوریه است. سیاست خارجی ناکارآمد حتی پایش را در کفش ورزش نیز کرده است. تا جایی که رویارویی با حریفان اسرائیلی در قاموس سیاسیون حاکم بر ایران به منزله عبور از خط قرمزهای رژیمی است که خود را دایه عزیزتر از مادر و کاسه داغ‌تر از آش برای فلسطینیان می‌دانند. اگرچه روابط دو کشور ایران و اسرائیل در سالهای پیش از انقلاب نیز به صورت کامل و در حد افتتاح رسمی سفارتخانه و تبادل سفیر نبود، اما سیاست خارجی دولت شاهنشاهی بر پرهیز از هر گونه افراطی‌گری و عدم مداخله جانبدارانه در مناقشه اعراب و اسرائیل استوار بود. با این حال دولت مردان آن زمان می دانستند اسرائیل یک کشور عضو سازمان ملل متحد است و بر اساس مناسبات بین المللی برقراری ارتباط مبتنی بر منافع ملی با آن نیازی غیرقابل انکار است. پادشاه وقت نیست خواهان تبادل تجاری، علمی و ورزشی در کنار همکاری‌های اقتصادی با دولت اسرائیل در کنار حفظ رابطه حسن همجواری با کشورهای عربی بود که در آن دوران پرچمدار مقابله با اسرائیل در خاورمیانه محسوب می شدن. یک ضربه علیه اسرائیل زده می شه. قلیچ خانی برای افتخاری، آه افتخاری که آمادگی نداشت، حواسش نبود. در عرصه ورزش هم این رویکرد نمود عینی داشت و مسابقه مشهور فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و اسرائیل در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا در 29 اردیبهشت 1353 در ورزشگاه امجدیه تهران نمونه بارز و به یاد ماندنی رقابت هاست که دست کم 5 بار در تاریخ مراودات ورزشی این دو کشور
مسبوخ به سابقه است. دلمون رو خوش می‌کردیم که تو میدون فوتبال یک گل به اسرائیلیا زدیم و من اون شب رو فراموش نمی‌کنم. اتفاقا تهران بودم، ساکن مشهد بودم، لکن اون وقت اون روزا تهران بودم. توی این خیابون که راه می‌رفتیم، ماشینا که تو شهر حرکت می‌کردن، تاکسی‌ها که سر چهار راه وای می‌سیدن، این از این تاکسی، از اون تاکسی دیگه می‌پرسید که دیدی چی شد؟ کی برد؟ کی زد؟ اون گفت آره یک گل مثلا ما زدیم به اسرائیل. من براتون خوشحال بودم که آره ما در میدان ورزش این کاری کردیم. حالا اگر چه تو همین هیجان مردم بغض نسبت به اسرائیل هم به طور بی توجه دستگاه و بدون اینکه خود دستگاه مایل باشه و راضی باشه در می آمد. اما با وقوع انقلاب به رهبری روح الله خمینی در سال 1357 که آشکارا بر طبل یهود ستیزی و نابودی اسرائیل در راستای آنچه او حمایت از مردم فلسطین می‌نامید می‌کوبید، همین روابط غیر سیاسی هم به طور کلی به حالت تعلیق درآمد و رویه خصمانه ای از سوی رژیم تهران علیه منافع دولت اسرائیل آغاز گردید. شمایی که میگید ما سلطه‌طلبیم، میخواید که صلح‌طلبی شما مثل صلح‌طلبی اسرائیل است؟ حالا اسرائیل هم حالا میگه بیا صلح کنیم. یعنی چه؟ یعنی وارد شده است و شهرهای لبنان را گرفته است و حالا میگه که ما بیاید حالا دیگر آتش بس کنیم. این آتش بس را مگر میشد مسلمان ها قبول کنیم؟ این ذلت است نه آتش بس. اون روز آتش بس است که با مشت بزنن اسرائیل را بیرونش کنن از شهرهای خودشون و اون وقت بگن که بسیار خوب حالا آتش بس بشینید مجرم ها بفهمید کی هست. اون وقت هم صلح همینطوری نباید بشه، مجرم باید معلوم شد کی هست. اسرائیل بیاد هر چه جرم دارد بکند بعد بگد که خب ما دیگه کاری نداریم، شما برید سراغ کارتون، اینجا هم که ما گرفتیم ما خودم. معنی آتش بس اینه؟ همون آتش بس صدامی است، این آتش بس است که اسرائیلی هم دارد چیز میکنه. نه این آتش بس اغلایی است و عقلی است و هیچ انسان شریفی قبول میکند و نه اون آتش بس. اگر کسی قبول کند تن به ذلت دادن است. اما برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب در ایران در سال 1983 بود که بیژن سیف‌خانی کشتیگیر فرنگی کار ایرانی حریف خود از تیم اسرائیل به نام رابینسون کناشویلی را در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کیف اوکراین شکست داد. نتیجه این پیروزی برای تیم ایران حزن انگیز بود. وقتی خبر پیروزی سیف‌خانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور بازگشت کاروان ایران به کشور را صادر کرد و این مسابقه آخرین رقابت رسمی دو حریف ورزشی از ایران و اسرائیل در هر نوع مسابقات رو در روی ورزشی تا به امروز محسوب می شود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. معنی که حذف ورزشکاران ایرانی، ناکام ماندن رویای قهرمانی جوانان ورزشکار، پایمال شدن اخلاق پهلوانی و آلوده سازی عرصه ورزش به سیاست همراه بود و ده ها ورزشکار ایران را علی رغم همه شایستگی هایشان در میانه راه متوقف کرد و حتی جریمه جدی را نیز برای ساختار ورزش ایران در عرصه های بین المللی رقم زد. با وجود ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی که مبنای آن به رسمیت نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور است، در سال 1379 مرتاد میناوند وقتی پیراهن اشترونگراتس را می پوشید وادار شد مقابل هاپوئل اسرائیل بازی کند، ولی در بازی برگشت و در پی تهدید رسمی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با کمک سرمربی از سفر به اسرائیل اجتناب کرد. میناوند بعدها اصرار کرد که پس از این رویداد و به دلیل فشار گسترده‌ای که بر وی از سوی گروه‌های خاص وارد شده بود
به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و شرایط را توضیح داده است. همچنین در بازی‌های المپیک تابستانی 2008 پکن، محمد رضا مینوکده، رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران، قضاوت مبارزه جودوکاری از اسرائیل با روسلان کیشماکوف از روسیه را بر عهده گرفت که نتیجه رقابت به نفع ورزشکار اسرائیلی بود. فدراسیون جودوی ایران پس از اطلاع از این موضوع، مینوکده را از همه سمت‌هایش برکنار کرد تا ممنوعیت غیرقانونی اعمال شده بر ورزشکاران دامنگیر داوران نیز باشد. ماجرا به اینجا ختم نشد و وقتی مسعود اشرفی، دبیر وقت کمیته ملی پاراولمپیک هم در مراسم توزیع مدال‌های مسابقات بازی‌های پاراولمپیک تابستانی سال 2008 به گردن ورزشکار اسرائیلی مدال آویخت و با وی دست داد، چندی بعد مجبور شد تا از سمت خود استعفا کند. در دی ماه سال 1388 نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، فدراسیون فوتبال ایران ایمیل تبریکی را به رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل فرستاد و سخنگو و رئیس فدراسیون فوتبال اسرائیل هم پاسخی به این پیام تبریک داد و گفتند سال نو میلادی بر مردم خوب ایران هم مبارک. اگرچه این رویداد با دستپاچگی مقامات وقت فدراسیون فوتبال به عنوان یک خطای سهوی و ایمیلی که به صورت گروهی برای همه ارسال شده بود رفع و رجوع شد، اما پس از این رویداد محمد منصور عظیم‌زاده، رئیس بخش روابط خارجی فدراسیون فوتبال ایران، استعفا کرد تا دامنه برکناری‌ها به مقامات بالاتر در این نهاد ورزشی کشیده نشود. همچنین در سال 1396 مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در رقابت‌های پلی آف لیگ فوتبال اروپا در ترکیب تیم پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند. در پی جنجال‌هایی که بابت این موضوع به پا شد، محمد رضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتن، دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند. بعد از درخواست توزیع فیفا از فدراسیون فوتبال و کش و قوس‌های فراوان، احسان حاج صفی بعد از عذرخواهی به تیم ملی دعوت شد، ولی مسعود شجاعی که تا آن زمان کاپیتان تیم ملی بود از تیم خط خورد. فکر میکنم باید وزارت ورزش پاسخگو باشه، که البته اونها در نخستین روزهای این داستان و پخش این خبر موضع‌گیری داشتند، این اقدام رو محکوم کردند و اگر سوال بیشتری وجود داشته باشه در این خصوص، فکر میکنم ذی حق آنها خواهند بود که پاسخگو باشند در قبال این مسئله و بحث ورزش و اقدامی که اتفاق افتاد. ولی آنچه که مهم هست و باید بهش توجه بشه این هست که در واقع باشگاه‌های ایران یا سازمان ورزش ما در تبادلاتی که با تیم‌های خارجی داره یا باشگاه‌های خارجی داره باید این رو بهش توجه بیشتری بکنه و در قراردادهایی که منعقد می‌کنن در واقع این بحث بازی با تیم‌های رژیم اشغالگر قدس رو به صورت شفاف و روشن مشخص بکنن، تا بازیکنان هم در واقع، اگرچه قطعا اونها هم بخشی از مردم ما هستند و مواضعشون شبیه مردم ماست نسبت به این رژیم. همه این اتفاقات در کنار لیست بلند بالای ورزشکاران دیگری از سایر رشته‌های ورزشی در حالی فرجام سیاست خارجی منافع ملی برای ایران است که ورزشکاران فلسطینی برای حضور در میادین ورزشی با حریف اسرائیلی نه منعی دارند و نه حتی از چنین رویارویی پرهیز می‌کنند. حال یک سوال مطرح است
آیا دولت مردان رژیم جمهوری اسلامی برای آرمان‌های فلسطین بیش از منافع ایران ارزش قائلند؟ آیا آنها از خود فلسطینی‌ها بیشتر نگران آنها هستند؟ آیا آلوده سازی عرصه ورزش به سیاست و عواقب تحمیلی آن بر آبرو و توانمندی‌های ایران در عرصه گوناگون بین‌المللی سری مهم تلقی می‌شود؟ اگر تا کنون پیش آمده است که گاهی با خود گفته اید چرا ما در چنین بزنگاهی از تاریخ خود گرفتار شده ایم، بهتر است برای پاسخ به دغدغه‌های داخلی که انعکاس عینی پیدایش این گرفتاری هاست سری هم به دستگاه دیپلماسی بزنید، جایی که وقتی دیگر کشورها مشغول تلاش برای دفاع از منافع ملی و افزایش تاثیرگذاری ملت خود در مناسبات بین‌المللی هستند، گروهی دیپلمات یقه سسانتی با ریش‌های آنکارد کرده به نام نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی به دنبال حراج منافع ملی ایران به قیمت تثبیت یک هژمونی برآمده از ایدئولوژی شکست خورده صدور انقلابیگری در جهان هستند. وزرای خارجه ایران از ولایتی تا ظریف با تمام تفاوت‌هایی که ممکن است داشته باشند در مقایسه با همتایان خود از بسیاری از کشورهای دیگر در یک اصل مشترکند. آنها نمایندگان سیاسی رژیمی هستند که به دنبال منافع ایران نیست. خونه مالک برگم در جریان افتاده، نشنیدید مگر؟ انتخابات در طول رژیم جمهوری اسلامی کارکردهای مختلفی داشته است. با اینکه بخش بزرگی از مردم کشور در دو دهه گذشته و در زیل بازی نخنما شده انتخاب بین بد و بدتر تنها به نقش دستگاه‌هایی چون شورای نگهبان در انتخابات اشراف دارند که مردم رو وادار به پناه بردن به مار قاشیه از ترس عقرب جراره می‌کنند، اما در دهه اول عمر رژیم اسلامی موضوع انتخابات فراز نشیب‌های بسیاری را طی کرده است. با اینکه روح الله خمینی مدعی بود میزان رأی ملت است، با این همه تنفیذ رأی ملت از سوی ولی فقیه که نماینده خدا محسوب میشد را تنها دلیل اعتبار انتخاب مردم قلمداد میکرد. این دوگانگی پیچیدگی‌هایی را به فرایند انتخابات در ساختار رژیم اسلامی ایران تحمیل کرده است که تنها هدفش محدودسازی رأی ملت در برابر اراده حکومت بوده تا در هر دوره با یک نمایش انتخاباتی به مشروعیت حکومت افزوده شود. صدای آمریکاست.